سلام. در ادامه جلسات احساسات این دفعه میخواییم یه کوچولو بیشتر احساس خشم و احساس گناه بررسی کنیم. یکم عمیق‌تر که بشیم سراغ ترس و غم هم بریم، ولی امروز یه کوچولو چون خیلی ارتباط نزدیکی داره با شرم بریم احساس گناه رو باز کنیم. آره خیلی موافقم. منم سلام میکنم به همه، امیدوارم که همگی خوب باشن. بریم سراغ احساسایی که خیلی باهاش درگیریم دیگه. ببین، احساس گناه خیلی خیلی نزدیکه به احساس شرم. خب در واقع شاید خیلی جاها ما با همدیگه همزمان با هم یا به جای همدیگه هم شاید پیش بیاد که تجربهش کنیم. حالا اینجوریه که احساس گناه در موقعیت‌های در واقع فعال میشه در انسان که به یک دیگری ارزشمندی آسیب یا خسارت وارد میکنه. خب حالا این آسیب و خسارت میتونه روحی، جسمی، کلامی و همه انواع آسیب و خسارت باشه که حالا خب یه مقدار بعدها حتما راجع به این که مفهوم این آسیب و خسارت چیه صحبت میکنیم یا تو مثال در واقع مطرحش میکنیم. بنابراین وقتی موقعیتی که این اتفاق میفته، احساس گناه در بدن انسان شروع میکنه به فعالیت کردن با این پیام که تو به یه دیگری ارزشمندی که میتونه اون دیگری ارزشمند خودت باشی، در واقع این آسیب رو زدی. کاری که میکنه اینه که نیازی که یعنی تولید میکنه اینه که جبران کنی، عذرخواهی کنی و بتونی تا جایی که میتونی اون خسارتی رو که زدی رو در واقع ترمیم کنی. در این یک خاصیت ترمیمی داره این احساس گناه. باز هم دارم تاکید میکنم که ما داریم راجع به احساسات سالم فعلا صحبت میکنیم، این احساساتی که داره به ما کمک میکنه بهزیستی داشته باشیم. بنابراین اون وقت علائم بدنی که توش تجربه میکنیم خیلی خیلی شبیه شرمه، همون حالت فشردگی توی قفسه سینه، همون جمع شدگی. ما تو فرهنگ خودمون خیلی این احساس رو با احساس عذاب وجدان میشناسیم دیگه، همه تو فکر میکنم باش خیلی آشنایین دیگه، اون استرابه، اون دلشوره، اون فشردگیه. بنابراین علائم شبیه همه. پس اینجا اون وقت این اتفاق میفته که خیلی مهم میشه که ما بتونیم موقعیت ها رو تفکیک کنیم. ببینید خیلی مهم نیست اسم احساسات به این معنا که مثلا حالا الان شرم، الان احساس گناه. مهم اینه که بدونید موقعیت چیه و این حالی که دارین تجربه میکنید متصل به موقعیت هست یا نیست. پس برنامه‌ریزی ما کمک میکنه به ما که ما بتونیم ترمیم کنیم در واقع اون اتفاقی که افتاده، اون خسارتی که در واقع زدیم. و خب خیلی جاها پیش میاد که ما این دوتا رو همزمان تجربه میکنیم. یعنی مثلا فرض کنید توی موقعیتی من به تو آسیب میزنم، در اثر آسیبی که به تو زدم پیام این که من اشتباه کردم، به تو آسیب زدم، در من مخابره میشه و همزمان به جهت قضاوتی که توی در واقع توی ممکنه این ترده، این عدم تعلق اتفاق بیفته از سمت تو نسبت به من، احساس شرم هم تجربه کنم. یا اگه توی جامعه یه کاری کردم، به یکی آسیب زدم، همزمان احساس گناه از آسیبی که زدم و همزمان از اینکه خب جامعه بیرونی منو قضاوت میکنه بابت این کارم به عنوان مثلا یک رفتار زشتی که مثلا انجام دادم. برای خیلی وقتا همزمان با همدیگه احساس میشه این دوتا و یکیش خاصیتش گفتیم اینه که تعلق ما رو برمیگردونه به اون به اشتباه، همین ابراز این که من اشتباه کردم. یکیش دوچار کمک میکنه بتونم اون در واقع کاری که انجام دادم، خسارتی که زدم رو در واقع ترمیم کنم. اگه بخوایم یه کوچولو خلاصه بگیم اینه که کلن هدف ما از شناسایی اینها اینه که وصل به موقعیت باشه. دقیقاً. و احساسو خیلی فرش، خیلی تازه تجربه کنیم. دقیقاً. و واسه همین هم میریم سراغ افتراقشون، وگرنه همونطوری که شما گفتین آره. ممکنه با هم دیگه هم اتفاق. آره کاملا. ببین مریم، اون حرفی که دفعه قبل زدیم اینکه چون میخوایم زبان احساسات و روانمون رو بشنویم، نیاز موقعیت هایی که تولید میکنه اون احساس رو دقیق بشناسیم که وقتی این حسه، مثلا وقتی یهو میریم توی موقعیت، این احساس فشردگی، این گر گرفتگی، این احساس حالا شرم، احساس گناه رو تجربه میکنیم، بتونیم حدس بزنیم موقعیت، بتونیم بگردیم ببینیم خسارته چیه، اون نقضه که انجام دادم، اون تابوی که شکستم، اون ارزشی که زیر پا گذاشتم چی هست. برای من وقتی به صورت شناختی ما میدونیم که موقعیت هایی که اینو تجربه میکنه چیه، میتونیم سرچ کنیم که داره چه اتفاقی در واقع. پس تو احساس گناه هم یه ارزیابی وجود داره، چه خسارتی به چه کسی زدم و چی کار میتونم براش بکنم. ولی خب یک مسئله‌ای که اینجا پیش میاد اگه بخوایم با مثال بگیم و یکی از مثلا فکر کنم واضح‌ترین مثال‌هاش مثلا ارزش دروغ باشه، ارزش دروغ نگفتن، ارزش دروغ
ارزش راستگویی. آره، این شکلی باشه که یک نفر اگه که دروغ میگه گاهی میفهمه که من یک خطایی کردم و یک عمل ناشایست دروغ گفتن رو انجام دادم. یه موقعی فرد این احساس بهش دست میده که نه، من آدم دروغگویم و انگاری اون احساس شرمه، شاید هم احساس گناهه که ناشی از آسیب زدنه به دیگران هست به خاطر دروغی که گفته رو خیلی عمیقا تجربه میکنه. این احساس درستیه که فرد با یک عمل دروغ گفتن بخواد این احساس اینقدر عمیق ببره و هسته‌ای تجربه کنه. نه دیگه، نگاه کن، یعنی به جای اینکه بگه من دروغ گفتم، میگه من دروغگوام. آره، یعنی یک آدم به درد نخوره دروغگوام، انگار یه بار ارزشی سنگین میاد، انگار در واقع یه حکم نهایی در مورد خودش صادر میکنه، یک لیبل میچسبونه. خب ببین، این دقیقاً چیزی که ما داریم تلاش میکنیم کمک کنیم به آدم با هم قاطیش نکنن دیگه. نه ببین، اتفاق اینجوریه، من یک آدم دروغگو هستم یک لیبلیه که کل منو داره میبره زیر سوال، در حالی که این احساسات دارن رفتار من رو میبرن زیر سوال و ارزیابی میکنن که کمک کنن من بتونم ترمیمش کنم. اگه من قرار باشه یک آدم دروغگو باشم، چه ترمیم میتونم انجام بدم؟ یعنی من دیگه حکم دادم تموم شده دیگه، تو یک آدم دروغگو هستی، تمام. بنابراین ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. حالا توی جلسات بعدی که داریم راجع به احساسات ناسالم، یعنی شرمهای ناسالم، احساس و گناههای ناسالم صحبت می‌کنیم، به این حرفی که تو داری میزنی کاملا واضح با مثال میرسی که جایی من اتفاقی افتاده، رفتار بدی کردم در کودکی به خصوص، بعد یهو اینجوری شده خیلی دروغگویی، تو بچه بدی هستی، به جای اینکه مثلا این رفتارت بده که بعد من بتونم کمکت کنم که تو این رفتار بد یاد بگیری، جبران کنی، یاد بگیری ترمیم کنی، یاد بگیری بپذیری که خطا کردی، تو یهو تبدیل میشه به یه آدم بد. تو پسر بدی هستی. آره، تو دختر بدی هستی. آره. و همه اینا چه اتفاقی میندازه؟ اینه که من خودم رو به عنوان یک هویت بد و دروغگو میشناسم و بنابراین اصلا هرگز دیگه اون احساس گناه سالم و شرم نمیتونم تجربه کنم. چه بسا گاهی شخصیت های قدرتمند وقتی که بزرگتر میشم میگه اوکی، شاید این بدی اصلا خوبه. اصلا میدونی خیلی میکسچر اتفاق میندازه، خیلی پیچیده میکنه همه چیزو. ببین، من اگر قرار باشه مثلا اینجوری باشه که بچه که باید مثلا لیبل دروغگو بودن، بچه بد بودن باشه، یه جای به بعد دیگه لوس میشه این قصه دیگه. خب من بعدم دیگه پس هر کاری میکنم و بعد انقدر دردناکه که هویت آدم زیر سوال میره. برای هممون خیلی این دردناکه که وقتی که اتفاق میفته ترجیح میدیم تحت هیچ شرایطی، در شرایطی که اشتباهی میکنیم، یا چون اشتباه کردن مساوی اینه که کلیت بد بودن من بیاد دوباره رو برام، اصلا نخواهیم پذیرفت اشتباه کردیم. شاید یکی از دلایلی که آدم ها توی موقعیت های اشتباهشون رو نمیپذیرن یا شروع میکنن به توجیه کردن یا روی این اشتباه، حس اشتباه کردن یا شرم و گناه شروع میکنن پرخاش کردن، و حالا ما اسمشو دیگه میذاریم پرخاش دیگه، خشم بهش نمیگیم چون سالم نیست، پرخاش میکنن، همینه که انقدر دردناکه براشون، چون دردش این شکلیه که یعنی درد بیش از اندازه داره، چون تمام کل سیستم شما رو داره میبره یکی زیر سوال، به جای اینکه رفتار شما که میتونه درست بشه، میتونه اصلاح بشه، بری زیر سوال، کل شما میره، کل شما قابلیتی نداره تغییر کنه. الان چیز شد گفتین که خیلی شدیده، این آدم یاد این مثالای توی فضای زوج درمانی میفته که مثلا یه زوجی اومدن و بعد میگه که آره مثلا همسرم که به من گفتش که باز دوباره یادت رفت، این عبارت باز دوباره یادت رفت یهو قشنگ میره اونجایی که ببین تو دوباره گند زدی، تو کلا آدم گند بزنی هستی، گند بزنی هستی. آره، در حالی که طرف مقابل این شکلی بوده که ببین مثلا این دفعه هم یادت رفت آشغالا رو بذاری، این دفعه هم یادت رفت اون خریدی که گفته بودم بکنی. خب شاید تو ذهن طرف مقابل انقدر قضیه بزرگ نیست، ولی وقتی من با یه سابقه ای از کودکی نوجوانی بزرگ شدم که تو همیشه گند میزنی، پس تو یه آدم به درد نخوره، فراموشکاره، همیشه گند بزنی، اون یهو فشار داده میشه. میدونی انگار که یه جایی که ضربه خورده کبود شده، حالا هر یه تاچ کوچیکم یهو و ببینین از نظر من این یه جنایتیه که ما در حق هم دیگه میکنیم، این که آدم ها رو کل اون آدم ها رو بابت اشتباهاتی که میکنن میبریم زیر سوال. و ببین، میدونی شرم و احساس گناه، چون توی به خصوص حالا شرم که توی جامعه یعنی یه چیز اجتماعی داره، خب احساس گناه هم قاعدتا توی یه قسمت اجتماعی داره دیگه، هممون باید به هم کمک کنیم تا بتونه این اتفاق بیفته. یعنی چه معنی که این گناه رو، این کار رو، این کار زشته رو، این خسارت رو زدن، چه اون آدمی که مورد این خسارت واقع شده، خیلی هر دو نقش داریم در این که بتونیم
ازش صحبت کنیم و کمک کنیم احساس سالمه بیاد که بتونه، یعنی به من اگر مثلا دارم میگم تو به من یه آسیبی زدی، شروع کنم تو رو تحقیر کردم و کل تو رو زیر سوال بردم و تمام چیزهایی که داری رو از تو بگیرم، هم فرصت از خودم میگیرم که ترمیمی در من اتفاق بیفته، هم فرصت از تو میگیرم که رشد کنی و اشتباهات قادر باشی جبران کنی. بنابراین ما تمام، میگم یعنی تمام تلاشی که ما داریم میکنیم که این اتفاق نیفته و ناخودآگاه کاری نکنیم که این احساسات، چون ببین این احساسات، احساسات بسیار ارزشمندن، بسیار رشدین، بسیار بسیار بهزیستی قادرن که اتفاق بندازن در جوامع ما و در فرد خود ما و در روابط ما. بنابراین بلاک شدنشون، تبدیل شدنشون به هیجانات دیگه خیلی آسیب میزنه. بنابراین شاید ما روی این قصه قرار باشه چندین جلسه وایسیم، انقدر وایسیم تا خوب جا بیفته، راهاشو یاد بگیریم، نحوه گفتگوشو یاد بگیریم، نحوه فعال کردنشو یاد بگیریم تا اتفاقی که قرار نیست بیفته نیفته و اتفاقی که باید بیفته در واقع بیفته. یعنی شرم و خشم و احساس گناه رو احتمالاً چیزی که روش قشنگ یکم لنگ می‌کنه. آره فکر می‌کنم باید زیاد بمونه. و دوباره توی اون فضا این شکلیه که اگر که ذهن من انگار دوباره برگشت توی مثال قبلی، اگر که من قرار بود یه خریدی رو بکنم یادم رفته اومدم خونه، اگر که فضا این شکلی باشه که یادم رفت این خرید رو انجام بدم، جبرانش خیلی ساده است، دوباره کفشم بپوشم برم سر کوچه خرید رو انجام بدم. ولی اگر توی اونجا اون قسمتی درد بگیره که ببین تو گن میزنی، اون موقع است که دیگه نه، ممکن اصلا تبدیلش کنم به چیزی که اصلا نخواستم بخرم، اصلا دلم نخواست دلم، آره دیگه شروع کنم به دفاع کردن هویتم دیگه، چون اگه هویتم میشکنم و من بقامو میخوام حفظ کنم دیگه، جبران کردن یه خرید انجام نشده خیلی کار پیچیده ای نیست. بعدم ببین واقعیت اینه، ما آدم ها رو میندازیم توی اینکه اون مدلی بشن. یعنی ببین اینم خیلی دقت میخواد، من اگه میخوام به یه نفر که 10 دفعه اصلا، ببین آدم ها 10 دفعه هم خرید و یادشون بره، خب شما اگه بهش بگی تو همیشه گند میزنی، باز دوباره این چرخه ادامه پیدا میکنه. انگار اینجوریه که من متوجه هم که یادت رفته که خریدن، چه اتفاقی میفته که یادت میره؟ میخوای با هم کمک کنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته؟ چون شاید یه فرایند اتفاق میفته که من یادم میره، بنابراین کمک من میکنه پیدا کنم چی شد که این کار رو کردم. ببین یکی از چیزایی که احساس گناه کمک میکنه، من یه خسارتی زدم، به من کمک میشه که علاوه بر این که حالا جبران میکنم، یه فرایند درونی هم که کمک میشه اتفاق افتاد چی شد این کارو کردم. اگه خودم رو نبرم زیر سوال و بتونم رفتارم رو ببرم زیر سوال که چی شد، مثلا فرض کنید آدمی که مثلا مواد میکشه، مواد زیادی میشه، بعد همه میان میگن که تو یه آدم معتاده، مثلا فلانی چه میدونم عزت نفس نداری، این نداره، خاک تو سرت. آره دیگه خاک تو سرت. آره خلاصش خاک تو سرت. خب اون آدمه چون که دوچار اون احساس گناه و شرم ناسالم میشه که جمع میشه تو خودش و میره به انزوای خودش، تکرار و تکرار و تکرار این اتفاق میفته، چون یه نفر نیاز داره که بهش کمک کنه که بده چی میشه که انقدر میکشی، داره در دنیای درون چه اتفاقی میفته. ببین این درسته که ما داریم راجع به یک جامعه ایدئال صحبت میکنیم و شاید آدم ها بگن که مثلا خب این خیلی سخته، آدم توی همیشه وقتی در معرض این آدم قرار داره. ما دنبال این نیستیم که شما همیشه مثلا درمانگر باشین، همیشه قابلیت این درک رو داشته باشین، میخواییم بسازیمش. خب ولی یادتون باشه اگر قراره توی یک اتفاقی که آسیب اتفاق میفته، خسارت اتفاق میفته، خسارته به جبران برسه، نیازه که هممون کمک کنیم که احساس گناه و شرم سالم کار کنه. بنابراین هزار تا کار کنیم اینو این اتفاق نیفته، خسارت جبران نخواهد شد. خیلی وقتا که شما میگید هممون باید کمک کنیم، این مثالی یادم میاد که با همدیگه قبلا راجبش صحبت کرده بودیم، من بود که داشتم بهتون گفتم میخوام تو آدم وقتی چیزایی رو میفهمه بعدش این که نفهمه خیلی کار سختیه. واسه این من از همینجا میخوام پیشنهاد جدی کنم که اگه دارید این مفاهیم رو داخل خودتون رشد میدین و پرورش میدین، به اطرافیان حداقل ارزشمندتون هم یاد بدین، چون شما ممکنه که از یه چیزی صحبت کنین و اونها ندونن و شما این احساس رو دریافت کنین که این که خیلی چیز واضحیه، در حالی که خب اونها از این آگاه نیستن. آره. و ببین اولین مرحلهش آگاهی، یعنی شاید ما داریم اولین قدم رو برمیداریم که انگار هممون دست به دست هم بدیم قطعا جامعه بهتری رو بسازیم، حالا بهتری رو تجربه بکنیم. ببین یه چیز خیلی جالبی الان اومد تو ذهنم، خیلی تو ذهنم نبود راجبش حرف زدم ولی به نظرم اینجا جاش هست. ببین یه واژه خیلی مهم که هممون خیلی دوستش داریم، بخشش. بخشش یکی از فرایندها شرمه. اگر کسی رو قراره ببخشیم نیازه که شرم رو درش ببینیم.
اگر ما شرم رو در فرد مقابلی که به ما آسیب زده نبینیم، قادر نمیشیم ببخشیم. چه بخشش های علکی که اتفاق میافته صرفا چون یه کلیشه است دیگه، باید ببخشیم. بنابراین میدونم الان یه مفهوم خیلی گنده ای رو انداختم این وسط، ولی به نظرم رفت اون جایی که در همون آره بمونه نشستم. فقط همین یه تاچی کردیم برگردیم، خب دوباره راجبش خیلی صحبت به نظرم لازم، اصلا شاید یه جلسه کامل بزنیم راجب فرایند بخشش، ولی یه چیز رو یادمون باشه، دارم از اهمیت احساس گناه و شرم میگم که اگه سالم تجربه شه چقدر مهمه هممون کمک کنیم که این اتفاق در هممون بیفته، در تک تکمون، به آدم‌ها، به دوستامون، به آدم‌های ارزشمندمون کمک کنیم احساس گناه و شرم رو تجربه کنن به جای احساس حقارت و اون فرایندی که همشون رو میبره زیر سوال که حتما بیشتر راجبش توضیح میدیم. بخشیدن وقتی اتفاق میفته، اصلا یکی از خاصیت‌های شرم در اجتماع اینه که ایجاد بخشش میتونه بکنه. یعنی شما وقتی شرم واقعی در یک نفر میبینین، انگار این ترمیمه در شما اتفاق میفته که اون متوجه شده چه آسیب زده و احتمال بخشیدن شما میره بالا. من نمیگم حتما لزوما هر موقع شرم رو ببینیم قادریم حتما ببخشیم، نه، بخشش اصلا یک چیزیه که ما خیلی لوسش کردیم، خیلی فرآیند عمیقی داره، ولی حداقل اینه که احتمالش رو میبره بالا و در کمترین حالت ممکن یک رها کردنی میتونه اتفاق بیفته. یعنی حداقل این آسیب تو من نمونه، همیشه این احساس دقیقی که طرف اصلا هیچ جور نمیپذیره خطایی که کرده، حداقل این میره و من قادر میشم پردازش کنم اتفاقی که در من افتاده رو. برای من شرم و احساس گناه خیلی اتفاقات خوبی هستن. منتها ببین، انقدر که میگم من یه چیزی رو که تازگی خیلی بهش فکر کنم اینه که از یه سری لغت‌ها انقدر بیجا و انقدر زیاد و انقدر در واقع پراکنده استفاده کردیم که خاصیت و معنای خودشون رو از دست دادن. خب حالا ما انگار می‌خوایم کمک کنیم که آقا ببین اون احساس گناه که هی ما لغلغه زبونمون از آب وجدان گرفتن، ببین خیلی چیز مهمیه، انقدر ساده و بدون مفهوم ازش استفاده نکنیم، بدونیم چی کار داره می‌کنه، یه خورده کندش کنیم و بتونیم بفهمیم داره در فرایندش چه اتفاقی میفته و بعد چی کار کنیم براش. پس کلید واژه اینجا کند کردنه و نگاه کردنه بهش. قطعاً. امروز میرسیم راجع بهش صحبت کنیم. ببین من فکر میکنم که این کند کردنه یه فرایندیه که نیازه حتما تمرینش کنیم. یعنی ببین مثلا ورزش میمونه دیگه، که مثلا شما روز اول بهت بگم ببین این کار کن این کار کن این کار کنی، خب قاعدش اینه که بدنت کلاپس میکنه تو اون اتفاقات، هممون هم تجربه کردیم. ولی یواش یواش قدم به قدم که میری یاد میگیری، بدنت عادت میکنه، بیشتر پیاده روی میکنی، بیشتر مثلا قلبت، همه ارگانات باهات همراهی میکنه. این کند کردن فقط انگار یه پرانتز کوچولو ما اینجا باز میکنیم، ولی بعدها حتما راجعش بیشتر صحبت میکنیم که برای اینکه این صدا رو بشنویم ما تو سرعت بالا قادر نخواهیم بود این صدا رو. ببین مثلا میمونه که شما وسط یه چهارراهی وایستادین، هیاهو، صدای ماشین، رعد و برق، آسمون، طوفان، همه چی، شما اونجا قادر نخواهید بود صداها رو بشنوید. بنابراین نیاز تمرین کنیم اینکه انگار لحظه ها رو بیستونیم و گوش بدیم، انگار اینجوری گوش کنیم داره چه اتفاقی میفته. و مهمترینش بدنه، اولین و مهمترین جایی که هیجان تجربه میشه بدنه. برای من یواش یواش ما هم کمک کنیم، آدم ها هم تمرین کنن که به بدنشون وصل شن. حالا اینکه فرآیند چجوری وصل شن اینجا شاید جاش نباشه، هیجانات رو که توضیح دادیم بعد میتونیم در واقع در جلسات بعدی شرایط رو فراهم کنیم که این وصل شدن به بدن، این صدا رو دقیق گوش دادن، مهارتش هم انگار کسب. فعلا ما داریم در یه سطح از شناخت ها و اطلاعات حرکت میکنیم، یه خود انگار ذهن باز بشه داره چه اتفاقی میفته، حالا اینکه چجوری به عمل و تجربه درش بیاریم و حتما با هم دیگه کمک میکنیم. یاد میگیریم. این کند کردن من رو یاد اون کارگاهمون انداخت که شما میخواستین اولین جلسه شرم رو توضیح بدین. به بچه ها گفتم خانم دکتر که یک موقعیت شرم‌آوری رو تصور کنید، این موقعیت که تو شرم رو تجربه کرد. بعد شروع کردن راجع به علائم بدنی صحبت کردن که آره آدم یه فشار اینجا میاد، آدم شل میشه، انگار جمع میشه. بعد من این شکلی بودم، موقعیت داشتم تصور میکردم این شکلی بودم. من خشم اومده بود بالا، برای همینم هستش که می‌خوایم خشم تو همین جلسه بگیم، خیلی به هم گره خورده شرم و احساس گناه و خشم و اینا. بعد من خشم اومده بود بالا، اون آدمی که اون احساس شرم رو ازش داشتم می‌گرفتم رو چسبونده بودم به دیوار تو ذهنم، مثلا داشتم می‌زدمش. بعد بخوام دکتر گفتم نه من اصلا همچین حالتی رو تجربه نمی‌کنم، خیلی هم حالم بده، خیلی هم اینجوریه. بعد بخوام دکتر گفت یه لحظه کندش کن، یه لحظه وایسا، یه لحظه زمانو کش بده. یه لحظه بعد یه بغضه پق اومد اینجا، یه خشم بوده که زیر شرم. آره دیگه این شرم، این خشم انگار داشت از این شرم مراقبت میکرد.
در واقع انگار عصبانی هم از این که منو شرمنده کردی، منو تحقیر کردی، به من این احساس رو دادی که کافی نیستم، خوب نیستم. بغض پک اومد بالا. برای همین توی جلسات هم اتفاق میفته دیگه، طرف داره خیلی با هیاهو صحبت میکنه، ببین یه دقیقه وایسا داره چی میشه، داره چی میشه، و پق یهویی اتفاقی میفته. آره. زیر آره. آره. برای همین این مهارت خیلی خوبه و یه مهارت هم نیست فکر کنی یه چیز عجیب و غریبه که فقط درمانگرا بلدن، نه، هممون بلدیم، هممون این نیروی رشد رو در درونمون داریم، فقط یاد گرفتنیه. شاید یاد نگرفتیم، سرعت زندگیامون خیلی رفته بالا، همش در حال بدو 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 این، و نیاز داریم خود به هم دیگه کمک کنیم، یه کوچولو یه جاهایی بتونیم کند کنیم تا بشنویم داره چه اتفاقی در محیطمون میفته. هم من به نظرم یه مؤخره، اگر تو چیزی نداری اینجا من یه مؤخره بگم و بریم سراغشم. چیزی که هست اینه که واقعیتش اینه که خیلی وقتا تو این فضای روانشناسی یه سری مفاهیمی اومده مثل بخشش. یه نفس عمیق بکش و پدرتو ببخش، یه نفس عمیق بکش خوبیاش رو به یاد بیار و مادرتو ببخش. آره، همین حالتای و ما میدونیم که یه همچین فضای زردی ایجاد شده. و من الان توی این مثالی که زدم، مخصوصا این مثال زوجی که زدم، مثال عمومی زوجی که زدم، مثلا کسی که خرید یادش رفته، مهمه که واسه هم به شکل زردی برداشت نشه. اگر که من داخل خونم و به یه نفر میگم که یه خریدی رو انجام بده، روش از نظر روانی دارم برنامه ریزی میکنم. برای همین اونجا اون حق منه که وقتی اگر که طرف گفته باشه میخرم، اگر نخریده این حق منه که، یعنی این خشمی که من تجربه میکنم خشم معتبریه. چیزی که داریم میگیم یه وقت نره توی فضای زردی که باشه اشکال نداره، اگر آره. یادت شف اشکال نداره، تو انسان آره. خوبی هستی. این دوتا با هم متفاوته، تو انسانی یا انسان خوبی هستی و این خطا رو کردی و من دارم مدام از این کاری که تو میکنی آسیب میبینم، مدام داره برنامه به هم میخوره، پس بیا بشینیم با هم صحبت بکنیم چه اتفاقی داره که من دارم. مثلا چندین بار اتفاق افتاده که داریم میگم من این خرید رو بکن نمیکنی و من داره برنامه به هم میخوره، من روش برنامه ریزی میکنم. در واقع جواز فرایند ترمیم روی احساس گناه شرم دیگه، فراینده اینه که ما بیا با هم بشینیم که چجوری میتونیم ترمیم کنیم این اتفاقی که هی داره خسارت به ما میزنه، آسیب به ما میزنه. بنابراین تنها در این راه، در این صورته که قادر خواهید بود اون اتفاق رو ترمیم کنید. در صورتهای دیگه دنبالش نباشید. شما هزار بار اون آدم رو لیبل بزنید، خیلی امیدی به اینکه تغییری اتفاق میفته نداشته. و تمام فضای گفتگوی ما هم برای همین آدم های معمولی دیگه. آره. یهو نبرین توی نمونه های تاریخی اکستریم. نه. آره. داریم راجع به روابط دوره همه خودمون صحبت میکنیم. آره. اونها قواعدشون متفاوته، اونها اتفاقات متفاوتی داره درشون. بعدا ببینید یادمون نره ما داریم هر چیزی رو که داریم بیان میکنیم داریم با مختصات هر آدم و با مختصات ممکنه یه بیام میگه آقا برای ما اینجور، بله تو هر مختصاتی اصلا ببین میدونی در واقع ما مصداق نمیخوایم تعیین کنیم، ما داریم المان‌ها رو میدیم دستتون که شما تو مصداق‌های خودتون از این المان‌ها بتونین استفاده کنین، ببینین کجا میشینن. و اینکه فرصت پرسش و پاسخ هم داریم. حتما. خیلی جای خوبیه. حتما. آره. چه کیس به کیس هم. آره. قرارتون هم بمونیم دیگه، یعنی خیالمون راحته که هر اتفاقی بیفته قرار جلسه بعدیش راجع به این فضا صحبت کنیم. مثلا یه چیزی که تو این احساس گناه خوب میشه که راجع بهش صحبت بشه، باجگیری عاطفیه. مثلا اگر که من بیام بگم که مریم اگر که تو مثلا برای من غذای خوشمزه درست نکنی من هرت میشم، من آسیب میبینم، خب و تو احساس گناه درت بیاد بالا که وای من باید مثلا این کارو بکنم، یعنی یه مثال دیگه، اگر تو این کارو برای من بکنی یا این کارو برای من نکنی این من رو هرت میکنه. باید ببینیم که واقعا معنای آسیب زدن و خسارت زدن چیه و بگیم که اوکی حواستون باشه که یه چیزی هم وجود داره به نام باجگیری عاطفی که آدم‌ها احساس گناه میدن به بقیه برای اینکه طرف اون کاری که میخواد رو بکنه یا کنترلش کنه. شرم ابزاری نه، ببین شرم ابزاری اینه که من خودمو میزنم به شرم که تو مثلا الکی به من میگی که نه ناراحت نباش من بخشیدم، در حالی که من شرمنده نیستم، برای اینکه اون توجه تو و تعلق تو رو بگیرم میکنم ولی من شرمنده نیستم. و به طرز عجیبی فکر میکنم همه تو اینو تجربه کردین، کسی که شرم فیک تجربه میکنه یا الکی میگن من معذرت میخوام، همه آدم ها در قلبشون میفهمن مثلا اینجا چرا نمیتونم ببخشمش وقتی داره عذرخواهی میکنه، چون واقعا شرمنده نیست و سیستم درون روانی ما میگیره اینو
ببین ما سیستم های درون روانیمون در شرایطی که حضور داریم به هم متصله و با هم سیستم های عصبیمون گفتگو میکنه. این از نظر علمی وجود داره. بنابراین وقتی تو میای از من عذرخواهی میکنی در حالی که هیچ شرمی تجربه نمیکنی و فقط داری ابزاری ازش استفاده میکنی یا لغلغه زبونت شده عذرخواهی، من قلبم میفهمه، ممکنه نتونم بفهمم چه اتفاقی داره میفته که نمیتونم تو رو ببخشم، ولی قلبم میفهمه که در تو شرم ندیدم، چون شرم المان‌های نان وربال داره، یعنی غیر کلامی داره. بنابراین من میبینم تو صورت تو، ممکنه نفهمم چی رو دارم میبینم یا دانش آگاهیم هنوز اونقدر نشده، ولی من میبینم قلبم اتفاقی براش نمیفته. معمولا اینه که شرم سالم وقتی در کسی اتفاق میفته در قلب طرف مقابل، اغلب قادر به ایجاد کمی همدلی و بخشش، شفقت و اینا هست، ولو اینکه زمان ببره، ولو اینکه اصلا نخوام ببخشم، ولی اینا آره ببین اینا چیزاییه که خب یه خود ریزه و جزئیات داره و حتما هر چقدر لازم باشه روش وای میستیم. به نکته های ظریفیه که دقت کنیم توی احساسات که سالم بودنش، واقعی بودنش رو میفهمیم ما. یکم پس به احساسات خودمونم اهمیت بدیم. خیلی ببین اصلا همین که احساسات خودت رو میشناسی قادری تو طرف مقابل هم بشناسی. ما وقتی قاطی من خودمون چجوری میتونیم به دیگران وصل باشیم؟ خیلی مهمه. نکته مهمیه که اصلا ما داریم این لطف رو میکنیم که هم به خودمون هم به دیگران وصل باشیم، این شبکه انسانیمون به همدیگه وصل باشه. پس اول از همه این حس قدردانی از احساسات رو آدم داخل خودش تجربه بعد میتونه منتشرش کنه. آره واقعیت همینه. ببین یه چیزی گفتی الان من یادم افتاد که یادم رفت راجع بهش حرف بزنم، اون خشم بود. آره همین داشتم شکلی میکردم که بدوین. آره ببین من خشم نمیخوام امروز مفصل بگم، فقط داخل پرانتز یه چیزی بگم که وقتی کلمه بشه. آره وقتی کلمه خشم رو به کار میبرم، ببینین توی ادبیات ما خشم با پرخاش متفاوته. پرخاش اون پرتاب است، اون داده است، اون مثلا بد و بیرا گفتن است، شاید ظاهرش عین خشم قدرت میده و همه اینا، ولی این چیزی که ما به عنوان خشم میگیم احساس استحقاق و شایسته یک مرز یا یک حقی بودنه. یعنی انگار حق من این نیست یا حق من این هست که این اتفاق بیفته. و ببین تمام وجود من انگار جمع میشه برای گرفتن این حق، برای داشتن این حق. و این چیزیه که خشم سالمه و ما داریم راجع بهش، یعنی خشم ابرازگر و جرأتمندانه است. به معنی داد و دعوا لزوماً نیست. آره و باید بدونید که وقتی که خشم سالم اتفاق میفته در وجود ما یک احساس قدرتی مبنی بر مستحق و شایسته چیزی بودن اتفاق میفته. برای همین اول شایستش میشیم در درون خودمون، بعد میتونیم دریافتش کنیم. اگر ما خشم رو تجربه نکنیم و شایسته ندونیم خودمون رو، نمیتونیم دریافتش کنیم. چون خشم باید در یعنی هیجانات سالم کلا در پوزیشن قدرت اتفاق میافتن. پس من اینو دارم، مستحقش هستم و شایستش هستم و نیاز دارم تو مثلا به این فضا احترام بذاری. مثلا این مرز من هست، من خودم شایسته این مرز میدونم. بنابراین حالا این تو پرانتز البته خیلی خلاصه که بدونیم وقتی ما داریم خشم حرف میزنیم با پرخاش فرق داره. با اون حالتی که پرتاب میکنیم و احتمالا اگه هرمتون دقت کنید تو حالت پرتاب ما یه چیز جمع شده یه در واقع پوزیشن ضعف در خودمون میبینیم که پرتاب میکنیم چون قدرت کافی نداریم براش، هم میتونه اتفاق بیفته. ولی خب چون مفصله نمیخوام الان روش وایسم، حتما در یه جلسه کامل میخوایم راجع به خشم صحبت کنیم، جزئیاتشو خواهیم گفت. ولی حالا اگه در ادبیاتمون تو شرم راجع به خشم حرف بزنیم، خشم سالم به این معنا احساس استحقاق داشتن و محق بودن، شایسته بودن در واقع. و چی میشه که یهویی توی شرم میاد بالا؟ چون اینجاست که خیلی پیوند میخوره. آره ببین شرم خیلی دردناکه. من اینکه بپذیرم یه خطایی کردم که مثلا به تو آسیب زده، یا خطایی کردم که باعث شده طرد بشم یا اون جامعه به من در واقع راجع به من قضاوت کنه، خیلی دردناکه. و ما احتمالاً برمیگرده به اتفاقاتی که در گذشته تجربه میکنیم در این احساس، به جای اینکه کسی کنارمون باشه. اون جعبه ابزاره رو یادت میاد دفعه قبل گفتیم، کسی کنارمون باشه که یادمون بده با این درده چجوری کنار بیایم و چجوری صداش رو بشنویم، اطلاعاتش رو بگیریم و بتونیم جبران کنیم. ببین امید به جبران کردن باعث میشه شما از اون درد میتونید خارج شید. انگار یه راه بن‌بستی نیست. اما حالا فرض کنیم شما هر بار اینو تجربه کنید توی بن‌بستی قرار گرفتین به این معنی که تو خوب نیستی و راهی برای خوب بود. وقتی تو خوب نیست خوب نیست دیگه، یه آدم که خوب نیست خوب نیست.
ولی آدمی که خوبه ولی کار غلطی انجام میده میتونه امیدوار باشه که این خوبیه کار کنه و کار غلطش جبران شه. و یا فضاهایی که من کار غلطی انجام میدم اما فضایی برای جبران برای من نمیذارن و من یاد میگیرم که خطا از یک خطا از 20 صفره. ببین بعضی خطاها واقعا از 20 صفر هست، ولی نه برای بچه ها، نه برای اون سنی که ما داریم یاد میگیریم. بنابراین باعث میشه که من انقدر دردم میاد، خب میرم توی پوزیشن ضعف، توی پوزیشن درد خیلی شدید. خب قطعا دلم نمیخواد کسی من اینجوری ببینه. کدوم هیجان بود که قدرت به ما میداد؟ خشم. خشم همه شروع میکنم اینجوری جلو میکنم، باز میکنم مثل خیلی از حیوان ها که وقتی میترسن پوف میکنم. آره یا پافاف میکنم، یه یوبا اینجوری میشم که بترسونه. نه آره حق میدونی، انگار از اون کوچولوی آسیب دیده ای که اون زیر هست محافظت کنیم که دردم هم نیمد و با تو دعوا میکنم. در واقع اینجوریه، من با تو دعوا میکنم که چرا این کارو کردی، چرا باعث شدی من انقدر درد بکشم؟ چون من هیچ وقت کسی رو کنارم نداشتم که وقتی اون درد رو کشیدم کنارم باشه و به هم یاد سیستم حمایتی درونم رو قوی کنه که بگه که کارت غلط بود ولی میتونیم جبرانش کنیم، بیا ببینیم چه جوری میتونیم جبرانش کنیم. رفتارت اشتباه بود، بیا با هم فکر کنیم چی شد که این اتفاق افتاد. یه سر از این چیزا قرار بوده از بچگی تو سیستم ما بیاد، حالا به هر دلیلی بلد نبودیم. همه ما هم ببین نمیتونیم هیچ کس هم زیر سوال ببریم، چون اینا چیزایی که ما تازه داریم با مفاهیمش آشنا میشیم تو جامعهمون. بلد نبودیم، ما بلد نبودیم، مادر پدرامون ممکنه بلد نبوده باشن، هیچ اشکالی هم نداره، ممکنه که واقعا بلد نبودن. برای ما الان داریم سعی میکنیم راه جبرانش رو در واقع یاد بدیم دیگه، که بگیم اشکال نداره اگر بلد نبودی و تا اینجا یه اتفاقاتی افتاده، ماها که میتونیم یاد بگیریم، ماها که میتونیم کمک کنیم در ادامه این قصه ادامه پیدا نکنه، ماها که میتونیم، پس بیایم یاد بگیریم. برای من ماها انگار یه نقش خیلی خیلی مهمی در کلان در این نسل داریم. یه سری اتفاقات افتاده، خطاهای صورت گرفته، اونا میتونن بگن ما بلد نبودیم، این امکانات وجود نداره، ولی ما دیگه نمیتونیم بگیم. و من ما وایستیم چرخه رو متوقف کنیم و به شکل درستی چرخه ادامه پیدا کنیم تا امیدوار باشیم دنیا جای بهتری برای زندگی بشه برای همه. فکرم نقطه خوبیه برای اینکه متوقفش کنیم. آره. و داره خیلی خوب پیش میره، خوشحالم و قرار حالا بمونیم توش، قرار بمونیم، قرار هی بچرخیم پای هیجانات دیگه میاد وسط. همین الان فکرم یه ترسم یه کوچولو پاش اومد وسط، برای همین عالی. آره من فکر کنم لطفا مخاطبا هم این لطفو به ما بکنن، سوالی دارن، نکته به ذهنشون میرسه، چیزی در ذهنشون جا نیفتاده، بگن. ما سعی میکنیم همه رو در واقع یک طبقه بندی بکنیم و تو جلسات بعدی بتونیم یه در واقع گفتگوی داشته باشیم که کاور کنه سوالای شما رو، بتونیم سوالا رو تو هم جواب بدیم. میخوایم جا بیفته دیگه، با هم میخوایم یه سفر شروع کردیم بریم بالاخره جا بیفته و کمک کنیم هممون که این اتفاق در واقع خوبی که میخوایم بیفته بیفته. ان شاء الله. مرسی ازتون، ممنون. خدا نگهدار.